آقا اصلا معاویه آدم بد و نامسلمون، چه ربطی به اعتقاداتت داره؟ اگر الان یه مسلمونی بگه من از عمر و ابوبکر بدم میاد چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته و از اسلام خارج نمیشه. بحث اعتقادی با بحث تاریخی فرق داره. شما میتونی از عمر و علی متنفر باشی باز هم مسلمون کامل باشی. این البته نظر به این صورت درسته، به این یک صورت نام نادرست از نظر من. برکدیم تا فرمان که مهمتر مسئله اعتقادات اشخاص، حضرت علی، حضرت حسین، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، اینا اومدن که اسلام به اصطلاح خدمت به اسلام کردن، برای همین به شما عزیز هستن. حالا که ما اختلاف کردیم در فلان کاری که کمان که خود صحابه اختلاف داشتن، اول اختلاف داشتن دیگه، بعد صلح کردن. اول که نمیدونستن حق با کیه، اگه میدونستن که حق با علی که نمیرفتن با معاویه یک جا بشن، صحابه یک جا شدن. اونم نه صحابه کوچیک، بعضی اون طرف بودن، اکثریت این طرف بودن. بعد همه فهمیدن که ما اشتباه کردیم و حق با علی بود، اینطوری که بعداً اهل سنت فهمیدن. اما حرف درستیه به نظر من که اعتقاد مهمتر از اشخاصه. من یک دفعه یادم میاد در یک جایی در یک مجلسی این صحبت کردم، علمای عربستان بودن. گفتم ببینید من شیعه مقصر نمیدونم، اونها با ابوبکری بدن که اون ابوبکری که در خیال خود ساختن بد بوده، اونا با ابوبکری بد نیستن که به پیغمبر خدمت کرده، اونا با عایشه بد نیستن که مثلا سر پیغمبر شسته خدمتیشون رو انجام داده، با عایشه بدن که فکر میکنن که اون به پیغمبر ما ضرر زده. لذا در اصل اینها نیتشون خوبه اما راه را غلط رفتن. یعنی ما و شما اون عایشه اگه بیاد با اون بد میشیم که این کارا رو کرده، با اون ابوبکر بد میشیم. اینا رو درست نگفتن. یکی از اونا گفت واقعا این حرف درستی است که حقیقت همین است که اونها، یعنی ما می‌خواستیم مردم شیعه رو تبرئه کنیم که بیچاره‌ها نمی‌دونن، اگه بدونن که این به پیغمبر خدمت کرده، به دین خدمت کرده، خب اونا میگن خوبه. به اینا دروغ رسوندن و این حقیقتی است که اصل قضیه مهم است، خود دین مهم است، افراد مهم نیستن.